سلام به دانشجویان شرکت کننده در دوره های از راه دور آموزشکده عالی روش شناسی علوم انسانی در پاریس. نام من هلن و نام خانوادگی من گیوناشویلی است. اگر نام خانوادگی من را با حروف فارسی بنویسیم، اولین واژه گیو خواهد بود. فکر می کنم درباره معنی این واژه برای فارسی زبانان توضیحی لازم نیست. دنبال گیو نون و الف آمده است که مخفف پسوند گرجی اونا است. گی اونا، گی اونا یعنی گیو مقبول، گیو کوچولو. واژه شویلی در آخر نام خانوادگی من معنی فرزند و زاده رو می رساند. روی هم رفته ترجمه فارسی گیوناشویلی فرزند گیو مقبول خواهد بود. به عبارت دیگر گیوناشویلی یعنی گیو زاده. در زبان گرجی در آخر ترکیب نام خانوادگی ممکن است واژه زه باشد که معنی آن مانند شویلی فرزند زاده می باشد. مثلا چوبینی زه از چوبین، برمی زه از بهرام، بیژانی زه از بیژان. در زبان گرجی نام خانوادگی هایی که از اسامی خاص چهره های شاهنامه فردوسی مشتق شده است کم نیست. به چند مثال اکتفا می شود. زالیشویلی از زال، زالدستانیشویلی از زال دستان، سوارسامیدزه از سوارسوم یا سوم سوار، زورابیشویلی از سهراب و غیره. وجود اسامی خاص ایرانی دوره قبل از اسلام در منابع کتبی گرجی باستان، مثلا تریتینو که از ترایتونه پهلوی مشتق شده است و در شاهنامه فردوسی به صورت فریدون آمده است، و مثلا اسم خاص وشت شب که از ویشتسپ پهلوی مشتق شده است و در شاهنامه فردوسی به صورت گشتاسپ آمده است، نظریه بعضی از پژوهشگران را درباره آشنا بودن گرجیان با داستان‌های حماسی باستانی ایرانیان تقویت می‌کند. همچنین وجود اسامی خاص ذیل در منابع کتبی قرون دوازدهم سیزدهم میلادی، مثلا زورب که از سهراب مشتق شده است، رستم که از رستم مشتق شده است و گودرزی که از گودرز مشتق شده است، نظریه بعضی از پژوهشگران را درباره وجود ترجمه های گرجی شاهنامه در قرون دوازدهم سیزدهم میلادی استوار می کند. شاهنامه فردوسی شاهکار ادبیات جهانی است و به بسیاری از زبان ها ترجمه شده است. اما ترجمه هایی که در قرون وسطا انجام شده باشند انگشت شمارند. یکی از این ترجمه ها داستان های شاهنامه به زبان گرجی است. ترجمه های گرجی داستان های شاهنامه به شعر و نثر فشرده و مفصل، همچنین نوشته های مقلدین و اقتباس کنندگان شاهنامه، مثلا گرشاسپ نامه، بهمن نامه و غیره، که در قرون 15 18 میلادی انجام شده است، در دست است. روایات گرجی شاهنامه در سه جلد حجیم در سالهای 1916، 1934 و 1974 به چاپ رسیده است. ترجمه داستانهای شاهنامه در عصر ما نیز ادامه دارد. آخرین بار ایران شناس و شاعره گرجی خانم بلا شبلشویلی در سال 2011 میلادی 2011 میلادی مجموعه 980 صفحه‌ای ترجمه منظوم شاهنامه را زیر نظر استاد دانشگاه تبلیس خانم لیلی جورجولیانی به چاپ رساند. این کتاب مورد توجه خاص صاحب نظران و علاقه‌مندان به ادب و هنر ایرانی گردید. در دوره جایزه کتاب سال ایران با اهدای لوح تقدیر و اعطای مهمترین جایزه ادبی این کشور، رسما از تلاش‌های خانم بلا قدردانی شد. عنوان درسی که در چهارچوب دوره‌های از راه دور آموزشکده عالی روش‌شناسی علوم انسانی در پاریس به آن خواهم پرداخت
بررسی و پژوهش درباره شاهنامه فردوسی و ترجمه های گرجی آن. این مجموعه دروس درباره چشم انداز روابط فرهنگی و تاریخی گرجستان و ایران بر اساس شاهنامه فردوسی و ترجمه های منظوم و منصور قرون وسطایی آن، ادامه ترجمه های داستان های شاهنامه در گرجستان تا زمان ماست که می تواند در شناخت دقیق تر داستان های شاهنامه در ادبیات عامیانه و آوازهای محلی گرجی بسیار مفید باشد. در طی 4 درس شاهنامه فردوسی و ترجمه های داستان های آن در گرجستان مورد تحلیل قرار خواهد گرفت که امیدوارم برای دانشجویان ایران شناسی، زبان و ادبیات فارسی و گرجی و به ویژه علاقه‌مندان به شاهنامه مفید باشد. دانشجویان گرامی، از توجهتون خیلی سپاسگزارم.